سلام تاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 28 سپتامبر همراهی شما مقامات انتظامی تاجیکستان بزرگ مهریاروف و کلی دفاعی چندی از اعضای بازداشت شده حزب نهضت را و وزارت امور داخلی بردند جمشید سفروف وکیل دفاع و یکی از همکاران بزرگ مهریاروف به رادیو آزادی گفت روزی 28 سپتامبر 14 مامور ملیسه به دفتر کاریشان آمدند و بزرگ مهریاروف را و ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت بردند و سند های مربوط به پرونده های اعضای بازداشت شده حزب را هم مصادره کردند سبب های دعوت یاروف به وزارت معلوم نیست ولی این وکیل دفاع از حقوق چندی از 13 عضو بلندپایه حزب نهضت اسلامی حمایت میکند که آنها را مای سنتیابر دستگیر کردند و دادستانی میگوید که این افراد به آشوب خونین گنرال عبدالحلیم نظرزاده و ترهریزی حمله به چندی از انشاعات مهم در تاجیکستان متهم می شوند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از منبری سازمان ملل گفت تروریسم و خطرهای نوی معاصر در راه رشد و انکشاف کشورهای خرد و کم به مثل تاجیکستان مانع ایجاد کردند. در این نشست در روز 27 سپتامبر راههای منبعده رشد کشورهای جهان بررسی شد و امام علی رحمان گفت ба миён овардани табақаи миёнаҳол дар тоҷикистон яке аз авлавиятҳои кори ҳукумат дар солҳои оянда аст барои мо афзоиши самараи истифодаи сарватҳои миллӣ ва сармояи инсонӣ диверсификатсия ва рақобатпазирии иқтисоди миллӣ тақвияти рушди сохтории кишвар таҳкими табақаи миёнаҳол ва инчунин рушди мутавозини ҳамаи манотиқи мамлакат самтҳои афзалатнок маҳсуб мешаванд منتقدان حکومت میگویند با وجود گذشت سالها در تاجیکستان طبقه میانه حال به وجود نیامده است و فرق میان طبقه دارا و کم بیزاد بسیار بزرگ است که این برای امنیت تاجیکستان خطر دارد امام علی رحمان برای شرکت در نشستی مجمع عمومی سازمان ملل به شهر نیویورک سفر کرده است در شهر دوشنبه محاکمه یک زن آغاز یافت که او به قتل سه فرزند خردسالش متهم شود پروین عبدالله و که ماه ایول خود را با نیت خودکشی همراه سه فرزندش به نهر حصار انداخت حالا به قتل کودکانی از پنج تا هفت اش متهمه کنند و ممکن است او را برای این کارش تا 20 سال از آزادی محروم نمایند و میگویند این ساکنی یاوان از رشک به شوهرش که با دیگر ارتباط داشته است خواسته از خود را با فرزندانش بکشد اما رهگذران پروینه را, را نجات دادند ولی فرزندانش غرق شدند وکیل دفاعش میگوید پروینا زیر فشار روحی زیاد قصدی خودکشی کرده است روز 21 سپتامبر یک جوانزن دیگر نیز در ناحیه وخش خودسه فرزندش را به آب انداخت اما خودش زنده ماند و فرزندان خردسالش هلاک شدند مقامات تاجیکستان میگویند در جریان ادای مراسم حج دو زائر تاجیک در عربستان سعودی و فوت کردند کمیته دین روزی 28 سپتامبر گفت گلسره تاجیوی 66 ساله از ترسون زاده و ساجیده ناروی 51 ساله از دوشنبه بر سری بیماری دیل درگذشتند مراسم حجیم ساله با فاجعه همراه شد هفته گذشته در نتیجه بیسروسامونی 770 نفر زیر پا ماندند و جان دادند و 100 نفر دیگر زخم برداشتند وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت سبب های آتش سوزی در یکی از خانه ها در بینای بلنداشانه در پایتخت را تحقیق میکند کند که روز 27 سپتامبر به وقوع پیوست وزارت روز 28 سپتامبر با نشر بیانیه رسمی گفت آتش سوزی در مساحت 800 متر مربع رخ داد ولی در این حادثه کسی از ساکنان این بینای 16 طبقه آسیب ندیده است در عموم یک بینای پایانی و شش حجره آسیب دیدند و حجم خسارات مشخص کرده می شود. وزارت امور داخلی می گوید برای خاموش کردن آتش دوازده ماشین آتش نشانی را سفر بر کردند و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو زودی در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو را زودی برای تلفن های همراه